یک زن اندونزیایی در مالزی مظنون به کشتن برادر ناتنی رهبر کره شمالی که از سال 2017 در بازداشت بود امروز آزاد شد. گزارشی در این ارتباط. دیوان عالی در کوالالامپور پایتخت مالزی حکم آزادی خانم سیتی آیشه را پس از آن صادر کرد که دادستان اتهام او را در قتل برادر ناتنی کیم جونگ اون رهبر کره شمالی پس گرفت. دادستان دلیلی برای این انصراف اقامه نکرد. دادگاه بدون تبرئه خانم آیشه حکم به آزادی او داد. از دادستان کل سپاسگزاریم که چنین حکمی صادر کرد، زیرا ما هنوز بر این باوریم که آیشه صرفاً سپر بلا و بیگناه است. ما پیشتر در جریان این حکم قرار گرفته بودیم، هرچند امروز رسماً به ما اطلاع داده شد. آیشه از آزادی خود ابراز خوشنودی کرد. احساس خیلی خوبی دارم. هیچ وقت فکر نمی کردم امروز روز آزادیم باشه. آیشه و دون تی هونگ شهروند ویتنام متهمان در 13 فوریه سال 2017 با ریختن محلول گاز کشنده عصبی به صورت کیم جونگ نام برادر ناتنی رهبر کره شمالی در پایانه فرودگاه شهر کوالالامپور موجب مرگ او شدند. کیم جونگ نام برادر بزرگتر رهبر کره شمالی بود که سالها در خارج از کشورش زندگی میکرد، اما در نهایت میتوانست تهدیدی علیه حکومت برادر باشد. وکیل آیشه میگوید آیشه به کشورش اندونزی باز خواهد گشت.